من هیچ مسئولیت قبول نمی کنم همه یک دروغ محضه درود به همه دوستان خیلی خوش اومده به ویدیو جدید امیدوارم حالتون عالی عالی باشه امروز بخوام در رابطه با صحبت جنجالی در واقع پاول دروف صحبت کنیم نقد بررسی کنیم که ببینیم قضیه از چه قراره آیا همه دروغ بود و اینکه واقعیت داشت ما باید دقیقا به چه ساز اینها برخصیم تا ادامه ویدیو همراه من باشید دوست داشتی سابسکرایب کنید چون فعالیت پنج ساله ما بی سمر نمونه کلی ویدیو ساختیم ولی خب اونقدری که باید ویو نگرس. نگرفتیم دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید خب دوستان عزیز پاول دروف مختره تلگرام چند روز پیش یک توییتی اومده که پخ شده در رابطه با اینکه پاول دروف در رابطه با همسر کنبت یک سری صحبت ها کرده قبل از هر چیزی اینو به همه دوستان بگم ببینید دوستان همه سرکون بعد یک پروژه ای هستش که در واقع به احتمال خیلی زیاد سالیان سال پشت این پروژه فکر شده چون ما داریم الان توجه میکنیم این پروژه اونقدری که ترکیده ناتکوین نترکید ولی خب فقط فقط کوین برای جلب رضایت مردم ساخته شد پس یه نگاهی کنیم به پیشینه ناتکوین ناتکوین اومد همه میگفتن دروغه صحت داشت لیست شد درآمد شد برای همه بعدش همه سرکنبت اومد همه باور کردن همه سرکنبت واقعیت داره اومدن داخل همه سرکنبت تماما وقتشون رو گذاشتن و الان انگار قرار نیست لیست بشه و دروغه بریم با هم بررسی کنیم این داستان از چه قراره دوستان عزیز همه سرکنبت یک بازی ایدرافیه که به شما عرض میده اینجا که شکی توش نیست و همه از این در واقع مطلع هستیم تمام ماها دنبال درآمد دلاری و یا اینکه درآمدهایی هستیم که به صورت راحت اونا رو دریافت کنیم مثل بازی های ایب که تازه مد شده از نگاه خوب که بخوایم این قضیه رو نگاه کنیم تمام مردم ایران الان حداقل یه دونه کیف پول تونکیپر داخل گوشیشون نصب این یک در واقع فرهنگ سازی سطح وبی هستش که به صورت عجیب قریبی تماما تمام مردم با ارزهای دیجیتال آشنا شدن این خیلی میتونه اتفاق بزرگی باشه و خب میدونید که سالیان سال ارزهای دیجیتال دارن کار خودشون رو انجام میدن تریدرها دارن کار خودشون رو انجام میدن ولی خب توی ایران آنچنان این اتفاق و این در واقع معاملات جا نیفتاده حالا شاید شما میبینید توی اینستاگرام چهار نفر میان ترید ترید میکنن ولی خب اینا اصول ترید نیست خب شاید نهایتا یکی دو میلیون خیلی کمتر آدم باشه حالا توی ترید و توی این در واقع خرید و فروش ارز ولی خب بیسیکلی اونقدر آدم نیست و اونقدر ما کسی رو نداریم که به ما یه آموزش اصولی بده که ما چیکار کنیم با اینکه شما میتونید از سایت های خارجی کلی دوره بخرید به دلار به راحتی بتونید این کار رو یاد بگیری. حالا کاری به معقوله ندارم در کل توی ایران این فرهنگ سازی صورت گرفته که همه ما ها حداقل یه دونه کیف پول داشته باشیم یعنی میرسه به جایی که شاید یکی دو سال دیگه توی خود همین تهران خرید و فروش بشه ماشین یا خرید و فروش بشه موتور با ارزهای دیجیتال اصلا غیر ممکنه که اتفاق نیفته چون من خودم یادم رفتم دوربین میخرم. چند سال پیش من اومدم و گفتیم صحبت کردیم که طرف گفت که مثلا ارز و اوکیه اول من پیشنهاد دادم که میتونیم با ارز ما هم کار کنیم گفت اوکیه ولی خب در هر صورت دیگه اوکی نشد ولی اینو میخوام بهتون بگم که یعنی گفتار کلامیش هست معاملات ارز دیجیتال در کل خیلی خوبه از این نکته اگه بخوایم نگاه کنیم برای همه ماها ولی اینکه اگه لیست نشه با ما درآمدی کسب نکنیم چیزهایی که از ما رفته وقت و فکرمون زمانمون سوء استفاده شده از اعتمادمون و اینکه شایدم خیلی بارها خیلی هامون اومدیم تو این فضاها یک پولی دریافت کنیم و اینکه شاید ای گذاشتیم و یک ضرری هم کردیم حالا نه راباطه مسکومت نه رابطه ناتکون یه سری ربات ها هستن که الان شما باید با پول ریختن استخراج خودتون رو شروع کنید مثل فکر کنم حالا حضور ذهن ندارم اسمش رو ولی خب تاب سوپو اصلا چه راهی دور بریم تاب البته استخراجش شروع نمیکرد هاتون رو دو برابر میکرد که کلی از رفیقای من همشون اومدن پول دادن 600 700 هزار تومان پول دادن برای اینکه تاب سرعت استخراجشون بیشتر بشه و اینکه دابل یعنی دوبله بشه همه هاشون از نگاه خوبش که نگاه از دیدگاه خوب اگه بخوایم به این قضیه نگاه کنیم دوستان تماما همه ماها الان اگه همه سر لیست نشه صد درصد میریم یک ارزی را میخریم میریم یک نمیدونم با این فضا آشنا شدیم میتونیم توم بخریم میتونیم هر چیزی که دوست داشتیم میتونیم بخریم روشون سرمایه گذاری کنیم اصلا میتونیم سرمایه همون ارز بخریم با این آشنا شدیم که همه چی طلا نیست همه چی دلار نیست همه چی نمیدونم ماشین خرید و فروش کردن نیست همه چی ملک فروش خرید و فروش کردن نیست این هم نکات نکات خوبشه خب حالا بیام در رابطه با این صحبت کنیم که حالا اگه نباشه که اتفاقهای خوب میفته اوز میخوام اگه لیست بشه که در رابطه با سوال کنیم اگه هم لیست نشه خب این زرار زیان ها رو ما کردیم و اینکه خوبی ها رو بهتون گفتم و اگر لیست بشه ما یک درآمد مقدار کمی دریافت کردیم خب آیا قرار لیست بشه و اینکه تاریخ دقیق لیست شدنش کیه آیا پاول دروف در رابطه با این مسئله حرفی که زده واقعیت داره خب پاول دروف مختره تلگرام این همه اعتبار پشتش هستش نمیاد همچین حرکتی رو بزنه و بیا چیزی رو نقص کنه البته که نقص نکرده و این توییت کاملا فیک هستش دوستان این توییت واقعیت نداره همه سکومت در رابطه با این مسئله صحبت بلکم بد نکرده بلکه هم خوبی کرده یعنی اومده گفته همه سکومت یک بازی اگراپی مناسبیه شما استفاده کنید ازش پاول دروف مختاره تلگرامی حرف رو زده و اصلا پس پاول دروف وقتی این حرف رو بزنه غیر ممکنه که همچین اتفاقی بیفته ولی ما اومدیم یک درصد حساب کردیم که اگر همه سرکومبت لیست نشه همچین اتفاقهایی که از بتون توضیح دادم در واقع میفته که حالا ضرر و زیان و خوبیاشو با هم بررسی کردیم اون یه درصدی که قرار اتفاق نیفته که در واقع همه سرکن بعد لیست میشه و اینطوری پیش نمیره دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید و اینکه امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه دکمه سابسکرایب رو حتما حتما بزن ویدیو رو لایک کن کامنت هم فراموش نشه اگه دوستش برای دوستتم بفرست و اینکه تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ